تو دوره و زمونه ای که گوشی 300 دلاری برای ما گرون به حساب میاد، گوشی هایی هم وجود دارن که با شنیدن قیمتشون زبونتون بند میاد. شاید اصلا به زبان تبخالم بزنید. بیشتر این گوشی ها کار دست و از طلا جواهرات قیمتی ساخته شده. با من همراه باشین. سلام، من زهرام و امروز میخوام برم سراغ 10 تا از گرون ترین گوشی های دنیا. البته منظورم 2000 و 3000 دلار نیست، نه، خیلی بیشتر از این از قیمتشون. انقدر زیاده که با خودتون میگی اصلا آدم عاقل انقدر پول گوشی میده؟ اینجور که به نظر میرسه یه سری آدم پیدا میشن که از این پولا دارن، اتفاقا میرن گوشی های فوق لوکس هم میخرن. این گوشی دهمین گوشی لوکس لیست امروز ماه. قیمتش هم ناقابله، 448,000 دلار. فردریک جوانو که طراح ساعت‌های لوکسه، این گوشی رو با یه وسواس خاصی طراحی کرده که در عین زیبایی و گرونی اصالت سوئیسیش هم حفظ کرده. این طراح خوش‌ذوق برای این گوشی گولد دیش ریولوشن از طلای سفید و روز گلد 18 عیار استفاده کرده. برای تزیین این همه طلا هم رفته سراغ الماس 32 قیراتی. جالبه بدونید ساخت هر کدوم از این گوشی‌ها تا 3 ماه زمان برده، واسه همینم که کلا 9 تا ازش بیشتر نساختم. از اینجا به بعد وارد میلیون دلار میشیم. گوشی گرسول لوکسور لاس وگاس جکپات علاوه بر اسم بلندش یه قیمت 7 رقمی هم داره. کمپانی سوئیسی گرسول این گوشی تو سال 2010 با قیمت 1,000,000 دلار طراحی کرد. جواهراتی هم که برای این طراحی این گوشی کلا استفاده شدن الماس سیاه 45 قیراتی و چوب آفریقایی 200 ساله بود که برای قاب پشتیش بود. هر 17 دکمه این گوشی هم الماس تراش خورده 32 قیراته. کلا هم 3 تا بیشتر از این گوشی نساختن. این گوشی برخواسته از سرزمین سردسیر روسیه است. طراحش هم یه شخصی بوده به اسم پیتر آلیوسون. از اونجایی هم که روسا آدم های سرسختی هست، گوشی دایموند کریپتو هم با همین طرز فکر ساخته شده. قاب این گوشی تماما از تیتانیوم ساخته شده و برای تزیینش هم اومدن از 50 تا الماس استفاده کردن که 10 تاشون آبی هست. لوگوی کمپانی انسورت و اون 4 تا دکمه چپ و راست و بالا و پایین هم هر کدوم طلای 18 عیار هست که توسط 28 تا الماس تراش خورده احاطه شدن. البته کار کمپانی انسورت با الماسا تموم نشده. کنار این گوشی 25.5 الماس تراش خورده قرار گرفته. همه اینا رو هم که باز بذاریم رو هم میرسیم به قیمت 1.3 میلیون دلاری این گوشی. با یه گوشی دیگه از کمپانی گولد ویش طرفی. سازنده های این گوشی دارن رسما اعلام میکنن که آقا این گوشی اصلا میلیونیه. از اسم و طراحی عجیبش بگیر تا قیمت 1.3 میلیون دلاریش تا معرفیش توی نمایشگاه میلیونی کن که توی سال 2006 بوده. طلای 18 عیار و کلی الماس 120 قیراتی رو هم میتونید تو جای جای این گوشی ببینید. این گوشی رکورد اولین گوشی بالای 1,000,000 دلار رو توی سال 2006 رو هم زد. البته قیمت این نسبت به اون چیزی که جلوتر میگیم کلن هیچی نیست. درسته که آیفون ها گرون بودن، اما دیگه نه 2.4 میلیون دلار، اونم آیفون 3G. پیتر آلیوسون یه بار دیگه رفته سراغ گوشی های گرون و این بار دست گذاشته رو آیفون. این آیفون از طلای 18 عیار سفید، زرد و روزگولد ساخته شده و مجموعه 138 برلیان تراش خوردن برای تزیینش استفاده شده. اون دکمه معروف هوم آیفون هم جاشو داده به یه دونه الماس 6.6 قیراتی تا هر بار که فشارش بدین ثروت ازش چکه کنه. پنجمین گوشی لیستم یه آیفون دیگه است. فکر کردین اگه آیفون 3G رو طلا پوش کنن دیگه سراغ 3GS نمیرن؟ نه بابا جون، از این خبرا نیست. این آیفون 3GS به صورت اختصاصی برای یه بیزینسمن استرالیایی ساخته شد. دکمه هومش هم یه الماس 7.1 قیراتیه. بدنه تماما از طلای 22 عیاره و حاشیه های دور نمایشگر هم میزبان 130 الماس هن که ارزششون به 97.5 قیرات میرسه. سازندش میگه ساخت این گوشی 10 ماه طول کشید.
جعبه‌ای هم که همراه این گوشیه یه تیکه سنگ گرانیت 7 کیلوگرمیه که توش از چرم نوبوک پوشیده شده. رتبه 4 یه دونه آیفون 4ه. کلن طراحا گیر دادن به آیفون. استوارت هیوز این گوشی توی جعبه 7 کیلویی گرانیت صورتی بهتون تحویل میده که داخلش هم چرم دوزی شده. حاشیه های اطراف نمایشگر به رنگ رز گلدن و مجموعاً 500 تا الماس به ارزش 100 قیراط براش هزینه شده. لوگوی پشت دستگاه هم توسط 53 تا الماس دیگه تزیین شده. کلن هم 2 دونه بیشتر از این آیفون 4 تولید نکردن. هر کدوم هم چقدره؟ 8 میلیون دلار. سومین گوشی لیستمون هم دوباره چیه؟ آیفون. این بار استوارت هیوز رفته سراغ آیفون 4S و گفته بذار از قبل خفن‌تر و گرون‌ترش کنم اصلا. واسه همین رفته 500 تا الماس که مجموعاً 100 قیراط میشن و اوورده هر جایی که گیرش اومده رو الماس گذاشته. از اونجایی هم که لوگوی اپل باید حسابی پر زرق و برق باشه 53 تا الماس که مجموعاً میشه 24 قیراط گذاشته روی اون لوگوه دیگه. کل گوشی هم از جنس طلای 24 عیاره. اگر فکر کردین خب دیگه تمومه، کور خوندین. بعضی از قسمت‌های این گوشی از استخون دایناسور تولید شده. به نظرتون برای ساخت این گوشی چند تا دایناسور کشته شدن؟ 2 تا. چون کلاً 2 تا از این گوشی بیشتر نساختن. قیمتش هم واسه شما میفته تقریباً دونه 9.4 میلیون دلار. آیفون 5 الماسیاه که دومین گوشی گرون قیمت جهانه بازم توسط استوارت هیوز طراحی شده. طلای 24 عیار انواع و اقسام سنگای قیمتی و الماس سیاه که گرونترین الماس دنیاست توی طراحی این گوشی استفاده شده. صاحب ثروتمند این گوشی هم یه تاجر هنگ کنگی به اسم جو. استوارت 9 هفته وقت گذاشت تا این شاسی گوشی رو طراحی کنه. قیمتش هم واسه جو چیز خاصی نیفتاد. 15.3 میلیون دلار. و میرسیم به اولین گوشی لیست که بازم یه دونه آیفونه. آیفون 6ه که بدنش پوشیده شده از طلای 24 عیار صورتی و سفید و رزگل. یه دونم الماس گنده اندازه یک کف دست پشت این گوشی تعبیه شده. قیمتش هم که حالا دیگه گفتن نداره. بذاریم نگم مثلا من. حالا اگه اصرار داریم میگم 48 میلیون دلار. البته یه 2 مدل اقتصادیش هم داریم برای اقشار کم درآمدتر جامعه که یکیش 42.5 میلیون دلاره، اون یکی هم 32.5 میلیون دلار. حالا شاید بپرسین اصلا صاحب این گوشی ها کیان؟ میگن خانم نیتا آمبانی، همسر تاجر هندی موکش آمبانی، یکی از ثروتمندای هندیه. دیگه خودتون حساب کنید دیگه داستان چیه دیگه. خب اینم 10 تا گوشی گرون دنیا که شنیدن قیمتاشون مو رو به تن آدم سیخ میکنه. نظر شما چیه؟ به نظرتون چرا یه نفر اصلا باید بخواد از این گوشی ها داشته باشه؟ نظراتتون رو حتما با من در میون بذارین. یادتونم نره که با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب دیجیاتا از ما حمایت کنید. با چی نمیشین؟ نش اولش با کجاش باشه؟ قیمتشون انقدر زیاده که با خودتون میگه هر جان تفیک جوانو.